السلام علیکم عزیز کروچله، امیدوارم من ساق سلامت بلسیله. من محب الله امیده یعنی هم بر بار سلال خدمت لرزگر. البته ببار سفرمز با میمنه شهردن فاریاب ولایتن مرکزدن گرزوان ولسوالگی گر. گرزوان ولسوالگی ویز لرز یخش بلسله که کوهستانه و یلره جدا هم خامه و مشکلات لیلگه کوب. البته بو سفرمز جدا هم قزقرلی و پرخاطره. حتما بو دستال دو آخر گچه تماشا قلیده. اوشنداخت که بله اصله گرزواندی لگه طبیعت، گزرلی، بو تاغله و بو محله شیکان و گداشلرمز و بو فضا جدا هم یاقملی. دندره بور دندرانه بنده. البته دندرانه یولو جدا هم خامه و جمپ کپره. بویلیه دریورلیگه ایتیاد قلمسایز آدسه بولاره. اوشنداخ کورمز سراچه موتر برگه آدسه ایتین و همه یغلگن. امید قلمان که با آدسه ایچ کم آسب کورین بولمسه و خدا نخواسته هیچ کم تلف بلیم بلیم. چی وقت هم تیده؟ چی وقت؟ باز میشه Thank you.
البته اردن بر ساعت اوتکن یاغده که بزلرم اوتر هم تایر بچ قلده. اما خوشبختانه خرف دریور ایدی که بزلگه اشتبنه تایر بار. و بزله هم منتظر قلده تا تایرده تبدل قلسله و یلمزده ادامه برزه. چه وقت در برانر؟ 15 دقیقه برانر 15 دقیقه؟ تگابشان محله سگه کلده بور تگابشان بازاره بزله یتیب کلده خوجای غار محله سگه بوده کتا ویلترش ما پاریاب ولایتن مرکزدن مهمنه شهردن رئیس معرف هم تشریف کترگنله و بشقه بوده انجینرله احال باشلغه تشریف کترگن بزله هم بو نیک بشکه شرک بلده به امید نور و روشنی هر چی بیشتر این شما از طرف اهالی کومون از کومون نه نفر بیا دیگه بین از این قرار شروع مقام داره که از شروع بیرسی رحمان رحیم به امید و آبادی و سربلندی کشور بشن آجا شما جنجال مخود نجات هم
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله امروز ما شما مکتب ابتدایی خواجه غار مربوط ولسوالی گرزوان را تحت گذاری میکنیم. یکی از قریجات دوردست در مرز ولسوالی لوراش و گرزوان قرار داره، از مناطق بسیار دور بود. به اون اساس ما خواستیم که به هدف انکشاف متوازن این مکتب را تحت گذاری کنیم، که انشالله مکتب 8 صنفی هست با تمام ملحقاتش که مبرز است و سیستم برق سولاری به این هست و تمام امکانات یک مکتب دیواری ها تمام مبرز همه چی انشالله دیگه ساخته میشه. انشالله به مدت 6 ماه کاری به اتمام میرسه و 15.3 میلیون افغانی بودجه ازی است. زمین ازی از طرف اهالی منطقه اهدا شده مجانی به معارف. به خاطر همکاری با معارف ما البته از احساس این مردم هم تشکر میکنیم که حاضر به ایشان که زمینش که قیمتش هم خیلی بالاست برای شما مشخص است، این به مکتبشان سپردن تا یک مواجهه مکتب تحت گذاری بکنیم و ما هم در بدل احسان و همکاری از ایشان بسیار به زودترین فرصت امکانات برابر کنیم که مکتبشان ساخته شود. 100-200 سال میشه که پدر و بابا و اجداد ما در این منطقه زندگی میکردن، یعنی مکتب در اینجا وجود نداشت. اولادای ما به همه قسم اجراهای مسجد و هر جا درس میخوانند، دیگه جای زمینه مساعد نبود که مثال درس بخوانند. این منطقه ما اصل به نام منطقه مرغابی، این منطقه یک مثلا بگم یک گوشه و کنارش است. تعداد 500 خانه حدود 10,000 فامیل 10,000 نفوس در اینجا زندگی میکنند. جوانای بسیاری هستند که حال فعلا در اینجا درس میخوانند، تقریبا 200 دانه مثال اولادای مردم در اینجا در مجرای مسجد حال فعلا امروز آیت های معارف آمده بودند، از اونا لیستگیری کردن 200 نفر فعلا مثلا درس میخوانه. از قبیل دخترها هم هست که بالا اونجا ما یک دو سه اتاق حولی را ما کرایه کردیم، اونجا 200-250 دانه دختر تقریبا در اونجا درس میخوانه. این مردم زیاد علاقمند هستند. واقعا اگر ما بگوییم هر خانه و هر نفوس در اینجا میخواه که باید در اینجا مکتب باشه، میخواه در اینجا مثلا زندگی مردم به طور علمانه آگاهانه بالا برود. قبلا مکتب میخواندن، اینا سواد آموزی داشتن، به طریقه بود که کامل نبود چون جای مناسب نداشتن، یکی مشکلاتشان زیاد بود از هر طریق. بالاخره فعلا که اگه مکتب ایجاد شد مردم بیشتر علاقمندی پیدا میکنه و هنوز هم علاقمند هستن، چون بچه هاشان میرن در دشت و در زیر خیمه و در خانه های کرایی در اونجا درس میخوانن. تقریبا 200-300 نفر با پسرها و دخترها درس میخوانن در خانه های کرایی و در زیر خیمه و در دشت. خوجایغار حالسه جدا هم خورسن، هر قیسه و از خرسنلینه اظهار قلاره. ما از زمین بایی که ما ماهانه از سود در بیاریم، چرا امیر سالها و قیلتا در عمر باقی بودن ما از سود میگیریم، از دکان و فروختن و از اگه پا ما سودی نیم بریم، یک گذرانی است که هفته ایسه. ای که ما این زمینه در با چیزی دادیم که تا زنده هستیم، از اولاد ما، از نفتو که ما از این زمین باید این خیر ببینه، هر روز از این دکان فایده شو ببره، یک با تفلای ما با سواد شوه، تفلای ما چشماش باز شوه، در زندش که دمی توری دو دهه یا سه دهه ما یعنی 80% افغانستان باید بالخصوص اطرافایی که دمی مثل خواجه غار بالاتر از خواجه غار 80%ش کور است، بی سواد است، یعنی که سواد نبود انسان کور است. ما میخواهیم که می نسل ما دیگه در ساخت ما نشوه، در کارهای سقه و کارهای سخت و در کشورهای خارج در پشت یک لغمانان نره، یعنی میزه کشور خودش با سواد شوه، یک چشمش باز شوه، یک لغمانان در اولادش در بیاره. نام چی است؟ سیف الله جان. چی آورده؟ خشکی. این از کجا میاره؟ این هم درخت ها. از درخت ها میاره؟ این را باز چی میکنین؟ علاو میکنی. آی نام خدا. مکتب هم میخوانیم؟ سنف چند هسته؟ سنف دو؟ Thank you.
بله عزیز کورچیلا، بزلان سفرمز اولسوالی گرزوانگه البته خوجایغار احالسگه شکلگه و خوشبختلیه ده که هر قیسن چهره سیه کورمز بخوشلیده و هر قیسه وش لطف و میر محبت ملن بزلدن پذرایید دلن. دستورمز شلردن عبارت ایده. البته سفرمزده ادامه بار. کلک دستورگه چه هر قیسلر ازده اللای پا کتاب شرمن ساغ و امان قلیله.